آقا ما یه لپتاپ رفتیم تهیه کردیم اونم لپتاپ دست دو حالا میخوایم در مورد همین دست دو بودن لپتاپا و اینکه لپتاپایی که تو بازار ایران حالا دست دو هم باید بخریم یا نخریم قشنگ بحث کنیم چون من خودم 5 تا پاساج رفتم از قدیمم چیز میکردیم ما این لپتاپی که گرفتیم بچا دست دو گرفتیم نگاه کنید دست دو گرفتیم حالا خودشون به نوعی میگفتن اینا استوک و است... استوکیو از بازار مثلا امارات اومده و فلان و اینا ما اینو گرفتیم اونجا زیاد بود لپتاپ دست دو و استوک و اینا زیاد بود خب حالا ما میخوایم در این مورد حرف بزنیم آیا باید لپتاپ دست دو بخریم یا نخریم یا مثلا الان اینه که من گرفتم راضی هستم یا نیستم خب آقا اولا اینکه اگر بخواید یه لپتاپ دست دویی بگیرید باید خیلی سرتون باشه خیلی وارد باشید چون مثلا الان من شهر خودمون رو مثال میزنم شهر خودمون مغازدارایی که میان لپتاپ دست دو میفروشن اینا چون مردم شهر ما هم زیاد بلد نیستن و اینا یه حالت حق بازی میکنن خب چرا مثلا این لپتاپ سی پیوش کورای 7 میاد میگه کورای 7 به قیمت کورای 7 نوعی میفروشه به بند خدا حالا یه ذره مثلا پایین تر اون بند خدا هم میره خونه زغ میکنه میگه مثلا این لپتابه 25 تومن بود من گرفتمش 23 تومن مثلا 20 تومن گرفتم مثلا کورای 7 در صورتی که اون کورای 7 نسل جدید بوده اون نوع این مثلا کورای سفنی که این گرفت مثلا نسل 13 بوده این کورای سفنی که این گرفته مثلا نسل 5 بوده 4 بوده مثلا تو شهر خودم واقعا اینجوریه چون مردم هم نمیدونن تو پاچهشون زیاد میشه. اصلا تو شهر ما که لپتاپ دست دو استوک اینا اصلا نمیشه بگیری این که ایچه. اصلا کلا باید تو شهر ما کلا قیدشو بزنی چون لپتاپ دست دو رو به قیمت نو دارن میفروشن آقا هر نسلی که میاد مثلا کورای 7 نسل جدید که میاد به قد تقریبا کورای 5 نسل قبلی قدرت داره یعنی مثلا الان شما فرض کنید کورای 7 نسل 13 که میاد به اندازه کورای 5 نسل 12 تقریبا قدرتشه حالا یه مقداری مثلا ضعیف تر یه کمی ضعیف تر بنابر این مثلا اون لپتاپ کورای 7 که نسل سیزدهه خیلی تفاوت اختلاف قدرت داره با اون کورای سونی که مثلا نسل پنجه، شیشه در صورتی که اینا شما وقتی میرید لپتاپ دست دو میخرید باید واقعا وارد باشید یعنی بدونید که آقا بشنگ بدونید میگم شهر خود ما که اصلا نمیشه دست دو بگیری مگر اینکه مثلا یه نفر دوستت فلانت این آشنایت که بدونید مغازه و اینا که اصلا نمیشه قیدشو بزنید من که از دوستی فلانی مثلا تازه لپتاپی گرفته باشه تو مثلا با قیمت پایین تری بهت بفروشه اون دیگه حالا بحث شد من تو بازار تهران رفتم بچه ها اینو بگیرم تقریبا 5 6 تا پاساج رفتم واقعا شاید بهتون بگم پا... تهران هم تازه این مدلی بود یعنی اون لپتاپایی که مثلا بود و اینا اونا هم اینطوری میفروختن تقریبا یعنی اصلا شما نمیارزید بریم مثلا لپتاپ دست دو بگیری یا استوکشون اصلا مثلا با نسل قدیم و تقریبا هم قیمت نسل جدید میفروخت باید خیلی دقت کنید تقریبا من 5 6 تا پاساژ رفتم تو تهران فقط سه چهار مدل لپتاپ خوب تونستم پیدا کنم مثلا و دست دو که مثلا قیمتشون واقعا این یکیش بود حالا آره اینو ما دیگه خیلی از بند خدا خوب خریدیم و اینا گفتیم همکاری ما اینا با قیمت خیلی خوبی ازش گرفتیم دیگه واقعا من خودم اون موقع که اینو گرفتم دست و پام لرزید دیگه گفتم حالا نکنه خراب باشه فلان باشه و اینا حالا اومدیم الحمدلله مشکلی هم نداشت سخت افزارش هم خیلی بالاه سخت افزارش هم خیلی بالاه مشکلی هم نداشت به اون صورت فقط میگم دو سه مدل لپتاپ یعنی من اون همه پاساژ تو تهران رفتم حتی اومدم برم نوشو بگیرم یعنی اومدم برم نو بگیرم اینقدر لپتاپ های دست دو و اینا داغون بود قیمتاشون و کلا همه چیشون هم برم نو بگیرم یا حالا رفتیم اینو گرفتیم اینم خب تخفیف خیلی ازش گرفتم چون خودش میدونست من بلدم تخفیف بهم زیاد داد اینم با اون قیمتی که خودش میگفت نمیارزید اینم با تخفیف زیاد از بند خدا گرفتیم و خلاصه باید وارد باشید خلاصه باید وارد باشید قشنگ بشناسید اگر واقعا اینو یه نکته ای بهتون میگم اگر نمیتونید مثلا وارد نیستید در مورد سخت افزار کامپیوتر ها نمیتونید تست بگیرید همون لحظه از مثلا سخت افزار و اینا هیچ وقت لپتاپ دست دو نگیرید من اون وقتی اینو گرفتم تست هم همه چیشم هم گرفتم یه وقت چیزش مشکل نداشته باشه انواع اقسام تستا روش گرفتم همونجا موندم تو مغازه یارو تستا رو گرفتم که مشکلی نداشته باشه پس باید شما دقیق قیمت ها رو بدونید مشخصات سخت افزاری رو بدونید X و Y و Z رو بدونید که برید سراغ لپتاپ استوک دست دو و اینه اصلا نباید برید سراغش کلا می‌ذارن سرتون کلا میکنن تو پاچه هیچ وقت نرید بگیرید این از این. مگر اینکه میگم میدونید اگر میدونید میتونید برید سراغش لپتاپ نو خریدم ولی راحته دیگه میری تو بازار قیمت میگیری مثلا همون مدل رو دقیقا میری قیمت میگیری فران ایکس ایگرک زد دیگه بالاخره اونجایی که قیمت بهتری میده میری از همونجا میگیری لپتاپای های نوعی خیلی خوبی هم تو بازار تهران واقعا عالی بود یه سری از لپتاپای در واقع وکتوس من دیدم خیلی قشنگ و چیز بود تو بازار تهران زیاد بود قیمت خیلی خوبی هم داشتن مثلا تو سی و هفتشتومن و اینا خیلی هم شیک بودن طرف میتونست تهیه کنه خیلی قشنگ گیمینگ فلان نسل جدید فلان خب چی کورای 7 چی میگی آقای گیم تو گیم کورای 7 که منظورت چی میگی آقای منظورت اینه آره این کورای 7 خب اگر چی دروغه بگی تا من توضیح پردازنده i5 نسل دهه چی فرض پردازنده این نه این کورای 7 i5 نیست مثلا خودم بچه ها آی 5 هیچ وقت نمی گیرم همیشه سعی کنید هیچ وقت کرای 5 و 3 و اینا نگیرید برید همون سراغ کورای 7 و رایزن 7 و این داستان ها حتی اقل اونا رو بگیرید یعنی کورای رایزن 7 و کورای 7 و اینا رو بگیرید بعد عرضم به حضور شما که اینم از ویدیو دوممون اگر باز کسی سوالی داره بگه که من در این مورد بگم یعنی در مورد خرید لپتاپ های دست دو اگر کسی سوالی داره بپرسه مجید دیگه کسی لپتاپ نمیخره اتما ویدیو بعدیمون در همین باره لپتاپ صفحه نمایشش خداست ویدیو بعدیمون در همین مورده که شما فرمودید ویدیو بعدی که الان بیایم روی در همین مورد لپتاپ صفحه نمایشش خداست بستگی داره الان در این مورد هم گفتیم بچه گفتیم آقا لپتاپ های گیمینگ این... این, صفحه نمایشش خدا واقعا این صفحه نمایشش خدا شما ممکن یه مانیتوری هم بگیری که صفحه نمایشش از این خدا تر باشه دیگه اون بستگی داره به پولی که میدی اون بستگی داره به پولی که میدی خب یه ویدیو دیگه میخواستم ضبط کنم ولی دو تا ویدیو دیگه ضبط میکنیم یه آره دو تا ویدیو دیگه بچه یوتیوب ایران استریم سابسکرایب کنید دو تا ویدیو دیگه داریم بریم برای ویدیو بعدی پول میخواد چی پول میخواد چی پول میخواد